که این مرحله از بودن در نتیجه مطالعات، تعمق، خلوت کردن با خود انسان، با خودش، یا اصطلاحاً میگن خلوت کردن با خدای خودش شکوفا میشه. اون زمانی است که انسان هم عاشق و هم معشوق رو در درون خودش حس میکنه. تو این مرحله از رشد انسان میشه عاشقی که معشوق رو در درون خودش جستجو میکنه، و زمانی که اون رو پیدا دست آورد و زمانی که اون معشوق درونی رو پیدا کرد، انسان خودش تبدیل میشه به عشق، عاشق و معشوقی که در درون خودش بهش رسیده. و زمانی که انسان هویتش میشه عشق، مثل خورشید میدرخشه و اون نور از درونش ساطع میشه به محیط، و اون زمانی است که متوجه میشه که حسی که در درون خودم حس میکنم، انعکاسش از محیط در من، حس من کی هستم رو و چی هستم رو به من میده. اون زمانی است که انسان مثل خورشید میشه، پر از نور، محبت و رهایی از این منیت دنیوی، منیت دوگانه، من و بیرون، من و دیگران. اصطلاحاً میگن گر به خود آیی خدایی. و اون زمانی که آثاری از این انسان خلق میشه، شکوفا میشه، که این آثار سبب نورانیت و جذابیت و محبت و عشق و وحدت و صلح میکنه. و ثمره انسان رو انسان در محیط میبینه، در جامعه میبینه. نورانی ترین، عاشق ترین، جذاب ترین انسان‌های تاریخ بشری، انسان‌هایی بودند که مقام یک پیامبر را داشتند که پیامشون چیزی به جز عشق نیست، که البته ممکنه خیلی‌ها که خودشون رو از محیط جدا میدونن درک نکنن، هنوز مخالف این مطلب باشن، ولی من تجربه خودم و دریافت خودم و حس خودم رو بیان میکنم، و از این حسی که در من هست و برای خود من حس بودن لذت میبرم، راضی هستم، خوشبخت هستم، تسلیم و راضی هستم، و
این مطالبی که دارم صحبتش رو میکنم و ضبط میکنم چیزی به جز ثمره حسی که در وجودم هست نیست. مثل ثمره درخت که میوه‌ای است که از خودش حاصل میشه. آیا دیگران از ثمره این درخت لذت میبرند یا خیر؟ برای اون درخت اون حس مطرح نیست، برای اون درخت اون میوهش، ثمرش نتیجه عشق است که در درون خودش حس میکنه و شکوفا شده و برای من یا از دید من به نظر من هدف از خلقت انسان همینه. چقدر لذت میبرم از این حسی که هست، چقدر لذت میبرم. چیزی به جز کلمه عشق به این حسی که در وجودم حس میکنم نمیتونم مطرح کنم. تنها لغت همون عشقه. و وقتی این حس در وجود انسان شکوفا میشه، چه کلمه ای هست که میتونه بیانگر این حس بشه؟ میتونم بگم عشق من، ای من عاشقتم. کلمه قاصر از بیان این حس. در این حالت حتی از دم و بازدم، از این نفسی که میاد، از همین نفسی که کلام رو بیان میکنه، مثل نسیم بهاری برای من توأم با استشمام عطر گل هاست. چیزی ندارم بگم به جز این که عاشقتم. چون در درون خود من هستی و میبوسمت و تو را در آغوش خودم حس میکنم. همون تویی که خود من هستی. آیا اگر زمانی که من اون عشق رو در درون خودم حس کردم، آیا میتونم از تماشای پرندهی که بال شکسته اندوهگین نشم؟ آیا اون پرنده رو مثل وجود خودم در درون خودم حس نخواهم کرد؟ آیا من اگر اون عشق رو در درون خودم تجربه کنم و حس کنم، از تماشای یک کودک فقیر
یا یک پدر که یک ماه باید زحمت بکشه تا فقط یه لقمه نون خشک برای خانوادش تهیه بکنه، یا یک مادری که با شستن لباس، جارو کردن، غذای ساده‌ای برای خودش بچه‌هاش تهیه کنه، آیا اون مادر رو، اون پدر رو، اون بچه رو من در درون خودم حس نخواهم کرد؟ آیا اون مادر خود من نیستم؟ آیا اون پدر خود من نیستم؟ این حس عشق درون وقتی شکوفا بشه، انسان اون مادر رو، اون پدر رو، اون بچه رو، اون پرنده بال شکسته رو در درون خودش حس میکنه، خودش رو جای اون مادر و پدر و اون پرنده بال شکسته حس میکنه و نتیجتاً از اون انسانی که عشق رو در درون خودش حس میکنه آثاری خلق میشه که در حد تواناییش تأثیر میذاره در محیط. اگر صاحبان قدرت این عشق درون رو حس بکنن، جهانی خواهیم داشت مثل یک خانواده‌ای که همه امنیت دارن، رفاه دارن، صلح و اتحاد تبدیل میشه به یک خانواده جهانی، تبدیل میشه به یک من، یک من عاشق که روی کره زمین همه جا خودم رو میبینم، خودم رو حس میکنم. نتیجه گیری که میخوام در آخر این مطلب بیان بکنم اینه که شمایی که شنونده هستید، هر حسی که الان دارید در نتیجه شنیدن این مطلب، اون حس شما از درون خود شما حاصل میشه، نه از من. هر حسی که دارید، اون حس در درون شما بوده و من فقط این مطالبم انگیزه‌ای بوده که اون حسی که در درون شما وجود داشته شکوفا شده. این دریافتی است که من بعد از سالها عمری که صرف خودشناسی کردم بهش رسیدم.